آخر مهر ماه امسال تتلو خواننده نسل جوان با برگزاری کنسرتی در ترکیه غوغا به پا کرد. جنجال جدید تتلو تتو زدن وسط کنسرت زنده در استانبول بود. گفته می شود با بیش از 7000 بیننده این کنسرت رکورد جدیدی رقم زده است. برخی حاضران گفتند دم سالونی که تتلو کنسرت 29 مهر 1400 را برگزار کرده است، صف 300 متری تشکیل شده است. امیر تتلو مثل همیشه کنسرتی پرحاشیه داشت که در بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی بازخورد داشت. درگیری هواداران و شکستن گیت ورودی یکی از مهمترین جنجال‌ها بود. در مورد درآمد کنسرت 29 مهر 1400 تتلو تخمین‌های زیادی زده شده است که عدد 31 میلیارد منطقی تر است. گفتنی است با این مبلغ میتوان 30 خانه متوسط در استانبول خرید، در حالی که تتلو همواره از هزینه بالای اجاره خانه در ترکیه گله دارد. البته بخشی از درآمد به اون میرسد و هزینه هم بالاست. بنابر تخمین ها تعداد جمعیت حاضر در کنسرت 7500 نفر بودند که اگر میانگین قیمت هر بلیط را با دلار 27500 150 دلار حساب کنیم، عددی تخمینی به دست می آید. همچنین تتلو 70% سویج کلاب را پر کرده است که با در نظر گرفتن 350 نفر جمعیت و قیمت بلیط 50 دلاری می شود 480 میلیون تومان. مجموع این قیمت ها می شود 31 میلیارد و 480 میلیون تومان که تتلو در یک شب درآمد به دست آورده است. یکی از حواشی‌های کنسرت امیر تتلو حضور بسیار زیاد طرفداران او در این کنسرت بود که با توجه به شیوع ویروس کرونا ازدحام جمعیت بسیار بالا بود. با توجه به ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد طرفداران او با عبور و گذشتن از گیت ورودی خود را به سالن کنسرت رساندند. حاشیه دیگر مربوط به خود امیر تتلو است. او در حالی که برای طرفداران خود در حال اجرای آهنگ بود، یک زن از پشت سر لباس تتلو رو پایین کشید که ویدیو این اتفاق در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد. در داخل سالن کنسرت امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو مطابق معمول جنجال‌هایی رخ داده است. استفاده از مواد مخدر و به کار بردن الفاظ رکیک توسط تتلو در طول مدت کنسرت از این موارد بوده است. شرکت کنندگان شب گذشته نفری از 100 الی 250 دلار، یعنی حدوداً از 3 میلیون الی 7 میلیون هزینه بلیط کنسرت دادند. با در نظر گرفتن تعداد بیشتر صندلی‌های ارزان، میانگین هر نفر 4 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. از دیگر اتفاقات جنجالی مرتبط با کنسرت تتلو در ایران، اینکه سایت اصولگرای مشرق در یادداشتی با عنوان کنسرت تتلو پاداش انتخابات نظام مهندسی هرمزگان نوشت انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در حالی 8 مهر ماه جاری برگزار شد که مدیران دولتی راه یافته به ساختمان سفید که اصل 141 قانون اساسی را دور زدند، بلیط کنسرت تتلو را به عنوان پاداش به هواداران خیش هدیه و آنان نیز رهسپار سالن اورو آرنای استانبول شدند. امیر تتلو متولد 30 شهریور 1366 در تهران با اصالتی آذری متولد شد. امیر تتلو در یک خانواده 5 نفره در محله مجیدیه تهران به دنیا آمد. مدتی به خاطر شغل پدرش در رشت زندگی کردند. امیر به علت وضعیت مالی خانواده از نوجوانی کارگری کرده است و 2 خواهر بزرگتر از خود دارد. امیر تتلو مدتی در کارگاه نجاری و مدتی هم در یک سوپرمارکت شاگرد بود. تحصیلات امیر تتلو دیپلم ریاضی است.
به گفته خودش رفیق باز، لج باز، یک دنده، مهربون، احساساتی، بددهن و غیرتی و در مسائل مالی بیخیال است. امیر تتلو علت انتخاب این لقب را میگوید یک اسم ساختگی است. معنی خاصی ندارد و قصد او انتخاب لقب خاصی که تنها مختص خودش باشد بوده است. امیر تتلو موسیقی را با سبک رپ آغاز کرده است. تتلو در سال 1382 آغاز به کار کرد و در سال 2012 میلادی امیر تتلو نخستین آلبومش را با نام زیر همکف منتشر کرد. امیر تتلو در سال 1383 با حسین توهی گروه TNT را تشکیل دادند و بعد از چند کار مشترک از هم جدا شدند و به صورت مستقل فعالیت کردند. تتلو ترانه منم یکی از اون 11 تام را در حمایت از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال 2014 برزیل خواند. این آهنگ تمی غمگین دارد و در آن از زمین خاکی، بدبختی و توپ پلاستیکی یاد شده است. امیر تتلو اعلام کرد که پس از آهنگ مردمان بیشق از موسیقی خداحافظی می کند و می خواهد فوتبالیست شود. امیر تتلو در روز 22 مهر ماه 93 به طور سرزده به تمرین تیم پرسپولیس وارد شد و اعلام کرد می خواهد جای علی کریمی را در این تیم بگیرد. طبق نوشته های مطبوعات در روزهای بعد اعلام شد امیر تتلو در همان روز توسط حمید درخشان سرمربی وقت پرسپولیس از تمرین این تیم اخراج شده است. خوردبین سرپرست تیم پرسپولیس نیز بیان کرد که محترمانه از امیر تتلو خواسته است که برود. بعد از این حواشی امیر تتلو در صفحه فیسبوک خودش اعلام کرد نمیخواهد برای پرسپولیس حاشیه سازی کند و قصد دارد فوتبال را در تیم راهن شروع کند. اما چند روز پس از این سخنان امید گلمکانی معاون رسانه‌ای باشگاه راهن اعلام کرد با توجه به اینکه از ابتدای لیگ 14 بنای باشگاه راهن بر مبنای آن قرار گرفته که تمرینات تیم به دور از هر گونه هیاهوی رسانه‌ای برگزار شود تا کادر فنی و بازیکنان تمام تمرکز خود را بر روی مسائل فنی قرار داده و مطرح شدن مسائل حاشیه‌ای به ویژه خارج از فوتبال تمرکز تیم را بر هم نزند. ضمن ادای احترام به اظهار نظرهای مختلف در این زمینه با عرض عذرخواهی از حضور افراد متفرقه در جریان تمرینات تیم راهن ممانعت خواهد شد. تتلو در 12 آذر 92 توسط پلیس امنیت اخلاقی ایران بازداشت شد که پس از مدتی در 14 آذر 92 آزاد شد. او پس از آزادی با انتشار نامه‌ای از طرفدارانش عذرخواهی کرد. امیر تتلو پس از دستگیری و آزاد شدن در صفحه رسمی فیسبوک خود این اخبار را منتشر کرد. چند بار نسبت به اشتباهاتش اقرار کرد و در یک پرونده صوتی خبر از پشیمان شدنش داد. چندی بعد اخباری مبنی بر انتشار ندامتنامه‌ای از او و تلاشش برای کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد. تتلو بارها به دروغ یا راست از گرفتن مجوز و برگزاری کنسرت حرف زد، اما زمان مشخص کرد حرفای او کذب بود. در تیر ماه 97 ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد.